سرخط مهمترین خبرها. از 3 آوگوست حرکت قطار میان تاجیکستان و روسیه آغاز می شود. بازداشت مارین افسیانکوا در مسکو و بحث در نشست بانک ملی، چرا قرب دلار پس شد اما نرخ ها نه. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 19 ایول است. بعد از 2.5 سال محدودیت، حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه دوباره آغاز می شود. انورجان لطیفزاده، یک مسئول اداره راه آهن تاجیکستان، روز 18 ایول به رادیوی آزادی گفت که حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه از 3 آوگوست امسال از سر گرفته می شود. او گفت جزئیات بیشتر و اینکه قطارها به کدام شهرهای روسیه مسافر میبرند روزهای نزدیک اعلان خواهد شد. نرخ سفر نیز معلوم نیست. بعضی از رسانه های روسیه نوشتند که قطار هر هفته روزهای سه‌شنبه از دوشنبه به ولگاگراد مسافر برده روز جمعه به دوشنبه برمیگردد. آغاز حرکت قطارها میان تاجیکستان و روسیه برای صدها مهاجر میتواند خبر خوش باشد. به خاطر گران بودن بلیت هواپیما، مهاجران زیاد توسط قطار به روسیه رفت و آمد میکردند. آخرین قطاری که از روسیه به تاجیکستان حرکت کرده بود ماه مارس سال 2020 بود. 16 مارس همان سال روسیه به دلیل همگیری کووید-19 حرکت قطارهای مسافربر را به تاجیکستان موقتا بست کرد. محرر پیشین شبکه اولی تلویزیون روسیه مارین افسیانکوا که در پخش مستقیم برنامه ورمیا ضد حمله روسیه به اوکراین اعتراض کرده بود، بازداشت شده است. در تلگرام چند عکس را از لحظه بازداشت او نشر کردند. ظاهرا او را هنگام سیر و گشت با دوچرخه در ولایت مسکو بازداشت کردند. جای نگهداری او و سبب بازداشتش هنوز معلوم نیست. وکیل دفاع نمیتواند با او تماس بگیرد. مقامات انتظامی روسیه هنوز سبب بازداشت خبرنگار را شرح ندادند. دو روز پیش مارین افسیانکوا در نزد کرمل با عکس کودکان کشته شده اوکراینی و با شعارهای پوتین قاتل، سربازان او فاشیست، پیکت یا نمایش اعتراضی تشکیل کرد. آن زمان او بازداشت نشد. افسیانکوا به خبرگزاری ساته درباره باز شدن یک پرونده ماموری علیه او با اتهام بدنام کردن ارتش خبر داده بود. مارین افسیانکوا محرر پیشین شبکه اول تلویزیون روسیه بعد از آن مشهور شد که در یک برنامه اخبار شبکه اول روسیه با شعارها علیه جنگ در اوکراین در پشت سر راوی پیدا شد. مارین افسیانکوا را بعد آن اعتراض 30,000 روبل جریمه بستند. او به تشکیل اعتراض غیرقانونی گناهکار شد. تاجیکستان و بسیار کشورهای جهان گرمترین روزهای سال را پسی سر می کنند. روز دوم است که حرارت هوا در بسیار منطقه های تاجیکستان به 44 درجه و از آن هم بالا رسیده است. اداره آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی می کند که حرارت هوا در کشور تا 47 درجه بالا می رود. متخصصان می گویند آخران بار سال 1944 حرارت هوا در کشور تا 47 درجه رسیده بود. آن وقت چنین حرارت هوا را در منطقه ایواج ناحیه شهری توس ثبت کردند. در بسیار کشورهای منطقه از جمله ایران نیز گرمی بی سابقه هوا ثبت شده است. روز 18 ایول در منطقه آبادان ایران حرارت هوا قریب به 50 درجه رسیده بود. در چندین کشورهای اروپایی جنگل ها آتش گرفتند. پژوهشگاه تندرستی جمعیتی اسپانیا گفت گرمی هوا علکی باعث مرگ 360 کس در این کشور شده است. مسئولین بانک ملی تاجیکستان میگویند با استفاده از فیشنگ هایی که در دست دارند تورم یا بی قربروی پول را در سطح معتدل نگاه داشتند. در ماه های اخیر قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان به طوری نظر از پایین رفته ارزش روبل باشد بالا رفت. اما صرف نظر از پایین روی قرب دلار به گفته ساکنان نرخ ها در بازار چندان پایین نیامد. در نشست بانک ملی تاجیکستان که روز 18 ایول برگزار شد این و دیگر مسئله ها بررسی شدند. گزارش همکارانی ما علیشر ظریفی و شهلا عبدالله در این باره است. نقشه چورابینی را آماده کرده ایستاده‌ایم. مسئولین بانک ملی تاجیکستان ادعا دارند که با استفاده از فیشنگ هایی که در اختیار دارند نظام بانکی کشور را در سطح معتدل نگاه داشتند.
به اطلاعی رهبران این بانک در 6 ماه سال روان سطح تورم 4.1% را تشکیل نموده است که این نشان داد در مقایسه به همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی زیاد است. نشان دهنده مذکور اساسا از حساب بالا روی نرخ محصولات خوراکواری 7% و مالهای غیر خوراکواری 12.3% به عمل آمد. همزمان در این دوره پسروی نرخ ارزش خدمات رسانی های پولی به قید گرفته شد که آن -1.1% را تشکیل نموده است. در تاجیکستان اکثر وقت دلیل گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار ربط می دادند. ولی در بیشتر از 1 ماه اخیر که قرب دلار به طور نظررس پایین آمد، نرخ ها پایین نرفتند. وابسته به مسئله پست شدن قرب دلار ایمیا و پس نشدن نرخ ها باشد، قید کردن ضرور است که هیچ خیلی که اگر اهمیت دادگی باشد، من در معروضه خود یک چند مثال آوردم از دیگر مملکت ها شریکانی اساسی از جمله وابسته به مسئله بالاروی نرخ ها در ترکیه قریب که 78% سالانه تمایل تورم جای دارد. در قزاقستان هم در دایره 15% در دیگر مملکت های شریکانی اساسی تمایل زیادشوی نرخ ها جای دارد. برخی کارشناسان که از نظام بانکداری کشور باخبرند، نشان دادهای مسئولان بانک ملی را دور از واقعیت ارزیابی می کنند. 14% تورم هیچ ممکن است. تو مقایسه که مثلا با روسیه یک کشوری که تمام تحریم ها به سر روسیه اعمال شده است، یکی تورم اونها 14% نیست، 8-10% است. اونا روس میگن، چرا دروغ میگن؟ ولی تاجیکستان ما که تمام محصولاتی که حال مردم استفاده میبره از روسیه میارن، از همه چی مهم مواد سوخت است. این خودش معلوم است که تورم همه اینه که اینو میگن ما پیش روی تورم ها گرفتیم چیکار کردیم بسمارون کردیم، همش گپی بیهونه. هم تحلیلگران بر این نظرند که در تاجیکستان تنظیم نرخ محصولات درست برام مونده نشده است، بنابراین در شب و روزی که قرب دلار پایین است، نرخ نیز گران باقی ماندند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 ایل را فرا می گیرد. نوزدهم ایل سال 2010 بر اساس اصلاحات نوی کدکس جنایی تاجیکستان، شخصان مجرم در جنایات اقتصادی و یا انتظامی می توانند بر عوض سپاریدن جریمه از زندان آزاد شوند. قانونگذاران گفتند که چنین معیار هدفهای بشر دوستانه داشته پیش راهی به زندان رفتن صاحبکاران و تاجران زیاد را گرفته می تواند. از دیدگاه منقدان چنین تغییرات افراد با نفوذ و مقامات فسادکار را از زندان نجات می دهد. 19 ایول سال 2019 مقامات روسیه گفتند در نیم سال اول 10,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را قبول کردند و سال تا سال شمار شهروندان روسیه از این حساب زیاد می شود. قانون های تاجیکستان 2 شهروندی را اجازه داده است و اکثر آنهایی که روسیه را مکان کار و درآمد انتخاب کرده اند، گرفتن شهروندی این کشور را از زندگی به حیث مهاجری موسمی اولاتر می دانند. 19 ایول سال 2012 در دوشنبه در سن 81 سالگی تاریخ‌شناس تاجیک منصور باباخانوف درگذشت. مؤلف صدها کار و تحقیقات علمی سالهای اخیر به آموزش حیات و فعالیت تاجیکان برون مرزی معروف بود. قرب دلار آمریکایی و هم روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی 171 سامانه 80 درهم ارزش داشت. 100 دلار آمریکایی باشد به 1010 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 19 ایول چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با ما هستید. فردا شما را در همین وقت و ساعت منتظریم.